نشست دو روزه دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد در اوج اعتراضها و واکنش‌های گسترده شهروندان افغانستان به پایان رسید. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در پایان این نشست گفته است که اشتراک کنندگان توافق کردند تا یک رویکرد هماهنگ در مورد افغانستان داشته باشند. همزمان جمعی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشری و حقوق زنان با راه اندازی کمپین جدیدی زیر نام حرکت نه به طالب در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در توییتر، خواستار توقف فرصت سازی برای طالبان شدند. به گزارش همکارم حیدر مجید در این زمینه توجه فرمایید. در اوج بحران بشری در افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آستین بالا زده تا بتواند بر بزرگترین خط بحران بشری حاضر در جهان نقطه پایان بگذارد یا راه حلی برای آن جستجو کند. وی دو روز پیش در دوحه قطر میزبان نشستی بود که در آن بیش از 25 نماینده ویژه کشورها و نهادهای مددرسان در امور افغانستان شرکت کردند. نشست سازمان ملل برای یافتن راه حل مسئله بشری افغانستان با اظهارات دو هفته قبل امین محمد، معاون دبیر کل این سازمان، در مورد به رسمیت شناختن طالبان جنجالی و پرحاشیه شد. در بیش از 50 کشور جهان، فعالان حقوق بشر به ویژه زنان تظاهرات گسترده‌ای راه اندازی کردند و یک صدا از سازمان ملل و شرکت کنندگان نشست دوحه خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند. شاید این اعتراضات جهانی هم بی تأثیر نبود. مقامات سازمان ملل از جمله آنتونیو گوترش در پایان نشست گفتند که در مورد به رسمیت شناختن طالبان بحثی صورت نگرفت. آقای گوترش حضور پررنگ گروه‌های تروریستی، نبود دولت فراگیر، بدتر شدن وضعیت زنان و گسترش قاچاق مواد مخدر در افغانستان را در هم تنیده توصیف کرده است. این نشست دو روزه در پشت درهای بسته بدون حضور نمایندگان طرف‌های درگیر افغانستان برگزار شده بود. زنان و دختران معترض و اکثریت شهروندان افغانستان در کشورهای مختلف جهان از یک هفته به این سو از آنچه را که آنان زمین سازی و سفید نمایی طالبان می خوانند اعتراض کردند. در روز پایانی این نشست، جمعی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشری و حقوق زنان با راه اندازی کمپین جدیدی تحت عنوان حرکت نه به طالبان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر خواستار توقف فرصت سازی برای طالبان شدند. گفتنی است طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته به خواستهای جامعه جهانی که ایجاد دولت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و بازگشایی نهادهای آموزشی و تحصیلی به روی زنان بوده است، تمکین نکرده و دست به قتل‌های هدفمند، کشتارهای گروهی و محاکمه صحرایی ادامه دادند. برای بحث بیشتر در این باره، آقای سمیع دره‌ای، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از استانبول با ما همراه هستند. آقای دره‌ای سلام، وقت شما بخیر. اگر صدای منو دارید، سلام، وقت شما بخیر آقای دره‌ای. دارم، وقت شما هم بخیر. زنده باشید. نتایج نشست دوحه قطر در مورد افغانستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. درود بر شما و بینندگان شما. خب بدون شک نتایج نشست دوحه یک نتیجه زیاد قابل توجه نبود، برای که سازمان ملل و یا لابیایی که در اونجا بیشتر تلاش کردند تا برای طالبان زمینه سازی بکنند، برای به رسمیت شناختنشان کار بکنند، خوشبختانه که به موفقیت نرسیدند. متاسفانه که سازمان ملل انتخاب دوحه را شاید به دلیلی که اونجا دفتر سیاسی طالبان است و شاید هم یکی از کشورهایی است که برای طالب لابی میکنه و حمایت میکنه از طالبان، او را انتخاب کرده بود تا بتانه واقعا زمینه سازی برای طالبان انجام بشه. اما خوشبختانه که عکس العمل و یا واکنش های جهانی مردم افغانستان در سراسر جهان در و تظاهراتی که در بیشتر از 50 کشور جهان صورت گرفت بر علیه طالبان، این نشان داد که واقعا اوج نفرت
نسبت به طالبان وجود داره و به هیچ وجه مردم افغانستان به طالب آری نمیگه. اینا یک اشتکر ما برگزار کردیم در فعالان حقوق بشر و مبارزان خانم یا زنان در داخل افغانستان که دانستیم این اشتکر جهانی بسازیم و در این اشتکر نوتو طالبان، نوتو طالبان سپورترز همیشه اونجا همگانی شد و این تلاش ها توانست که اون توطئه ها و دسته های شومی را که قرار بود در دوحه انجام بشه ای را خونسا بسازه و مقاصد شومی را که در اونجا از سوی برخی از کشورها در اونجا قرار بود عملی بشه عملی نشد و سرمنشی سازمان ملل متحد از اون آجنده های اولی خودش گذشت و بحث زمین سازی و برسمیت شناختن طالبان را از آجندهش عزب کرد. آقای دره‌ای، آیا تظاهرات ها و کمپین های شبکه های مجازی تأثیر بر بهبود وضعیت و تصمیم های قدرت ها در افغانستان داره؟ خب شاید نه، زیاد نه، اما حداقل جهان میبینه، افکار عامه جهانی داوری میکنه، میبینه که مردم افغانستان چی میخواین. به هر حال ما میدانیم که جهان و خصوصا جنگ افغانستان که یک جنگ استخباراتی است شاید در هیچ زمینه زیاد مؤثر نباشه کاری را که ما در شبکه های اجتماعی انجام میدیم، اما افکار عامه جهانی را ما میتونیم به دنبال خود بکشانیم. افکار عامه جهان میتونه تصمیم بگیرند در رابطه با حکومت‌های ظالمشان، حداقل اینا داوری داشته باشند و بفهمند که خب بالاخره هستن کشورها یا هستن استخبارات کشورهایی که 38 میلیون افغانستانی را در افغانستان نادیده می‌گیرند و سرنوشتشان را به دست یک گروه تروریستی می‌سپارند. این چون این برخوردها به نظر من خیلی می‌تونه مفید باشه برای افکار عامه جهان. بله، با تشکر از آقای سمیع دره‌ای که از استانبول ترکیه با ما همراه بودند.